سیاست با این هستش که بعد از تحریم روابطمون با دوستان قدیمیمون به هیچ وجه تغییری به وجود نیاد و روسیه یکی از اون کشورهایی هست که همواره بین ایران و روسیه به عنوان دو کشور همسایه روابط خوب بوده و بعد از تحریم این روابط گسترش پیدا خواهد کرد و لذا ما همینطور که دیگران دارن میان ایران، امروز هم شرکت‌های بزرگ روسی در ایران هستن، مذاکرات خیلی خوبی انجام میشه و قطعاً انقدر زمینه فعالیت در ایران هستش که هیچ کشوری جای کشور دیگری رو تنگ نمی‌کنه. Ну, что касается спада торгового оборота, это процесс, который был объективен и не зависел от российской стороны и от иранской стороны, как вы знаете. Причиной всему являлись введенные санкции со стороны Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. در مورد اینکه در اشکالا و همکاری بین دو کشور افتی داشته، خب این مشهور بوده، برای این ربطی به هیچ یک از دو کشور ایران و روسیه ننشونه که به خاطر تحریم های غرب و آمریکا بوده استش. روسیه کمپانی استاریچسکی работали в Иране. Вы знаете, здесь много объектов построено российскими компаниями. И мы бы и хотели продолжать весь период сотрудничества. شرکت های روسی اصلا از قدیم الایام تو ایران بودن و خودتون میدید که چه طرحهایی در ایران اجرا کردن و از این به بعد ما همینو میخوایم. Ну, как вы понимаете, финансовые сложности с вопросами финансирования проектов, расчетов не позволили нам обеспечить сохранение того потенциала, который был еще в советское время. ولی به خاطر مشکلات مالی و مشکلاتی در حوزه پرداخت ها به وجود اومد، ما نتونستیم اون پتانسیلی رو که در زمان شوروی داشتیم حفظش کنیم. Тем не менее, последние два года, я считаю, была проделана большая работа между российскими и иранскими властями и экономическими операторами с тем, чтобы восстановить эти отношения. من در دو سال اخیر کار خیلی زیادی از طرف مقامات دو کشور و مسئولان حوزه های اقتصادی مالی دو کشور انجام شده که این مشکل رو رفع کنیم. Еще до снятия санкций, мы уже согласовали огромный перечень проектов, выражающиеся суммы от 30 до 40 миллиардов долларов Соединенных Штатов Америки. ولی هنوز که تحریم ها رفع نشده است، ما طرحهای زیادی رو برای همکاری در نظر گرفتیم که حدود 30 تا 40 میلیارد دلار ارزششون باشه. Поэтому позвольте с вами не согласиться по поводу того, что мы опаздываем от тех стран, которые здесь побывали в последнее время. Мы эту работу начали еще до приезда этих стран, еще два года назад, когда наши лидеры договорились о том, что нужно активизировать наше сотрудничество в области экономики. بنابراین اجازه بدید که من نظر مخالف بودم به نظری که این خبرنگار داشتن، چون که ما این کار رو دو سال پیش شروع کردیم، اون زمانی که خبری از هیچ یک از این شرکت های کشورهای دیگه نبود و به خاطر دستورات رهبران بود. Я уверен, что не только те уже подписанные меморандумы и соглашения, которые есть, но и новые, которые сегодня обсуждались в рамках нашей встречи, станут основой для того, чтобы перейти к реальным проектам, к реальным делам, а не переговорам и подписанию каких-то бумаг. من مطمئن هستم که نه فقط این تفاهمات قبلی که داشتیم، بلکه امروز و فردا به توافقات جدید میرسیم که پایه خوبی رو میذاره برای همکاری هامون که این همکاری ها روی کاغذ نخواهد. شرایط تحریم بالاخره کشورها دنبال ملاحظات خودشون هستن، دنبال منافعشون هم میشه. طرف ضرر کننده ایران بود؟ نه، چی در دست نمیشه. ما به هر حال وقتی که میخوام که یه کاری انجام بدیم، ما که محدود به روسیه و در زمان تحریم شرایطی رو برای ما به وجود آوردن در گذشته که ما رو پل دادن به سمت ایجاد کشور. خب طبیعی هستش شما وقتی که مراودات تو دنیا با دو تا کشور باشه، هم برات ناز میکنن، هم قیمتاشو بالا میبرن، همه کار میکنن. ولی وقتی شما دنیا رو برای
تجارت، برای صنعت، برای انتقال سرمایه به ایران، برای انتقال تکنولوژی به ایران، برای اینکه بازار صادراتی تو رونق بدی. وقتی که دنیا رو باز می‌کنی اون موقع رقابت هستش، یعنی اون چینی یا روسی یا هر کشور دیگه اون دنبالشه که اگر که کیفیتش، اگر که تعرفش، همه اینا مناسب نباشه رقیب داره. شما این چیزا رو در عالمی که رقیب نیسته شما میتونی راجع به صحبت کنی. الان تمام تلاش این دولت بر این شده که انشاءالله از دو ماه آینده ما بتوانیم همانند گذشته بریم تو بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشیم و مناقصه هامون شرکت کنندگان زیادی داشته باشن و شروع کنیم کار کردن.